به نام خدا. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدید. اگه اهل نماز نیستی و ارتباط خوبی با خدا نداری، یا اگه گهگاهی میخونی و گاهی نمیخونی، وقت درموندگی با خدا رفیقی و خرد که از پل گذشت حاجی حاجی مکه، این ویدیو رو مهمون منی. نترس، قرار نیست از دلیل سخت شدن زندگی به خاطر ترک نماز که تو آیه 124 سوره طه اومده، یا اولین دلیل جهنمی شدن تو قیامت به خاطر ترک نماز که اونم تو آیه 42 به بعد سوره مدثر گفته شده صحبت کنم. میخوام باهاتوری صحبت کنم که تا حالا کسی اینجوری و از این زاویه حرفی بهت نزده. میخوام از خودت و خدات بگم، جایی که هیچ کس نیست، تویی و خالقی که تو رو آفریده. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و چنل مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه، و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. چشم باز کردی به دنیا و دور و برت شلوغ بود. با خودت گفتی اینجا کجاست؟ گرسنه که شدی، بدون آموزش قبلی رفتی سراغ شیر مادر. روزها و شبها گذشت. وارد مدرسه شدی، خوندن و نوشتن یاد گرفتی. حالا دیگه با سواد بودی، آقای دکتر و جناب مهندس صدات می‌کردن. ماشین آنچنانی زیر پات بود و خونه لاکچری تو بهترین منطقه. در یک کلام، هیچ کم و کاستی نداشتی. خدا بهت اولاد داد و دور و برت شلوغ‌تر و شلوغ‌تر شد. زندگی بر وفق مراد بود و روز به روز پله‌های ترقی رو یکی یکی طی می‌کردی. یه روز تو دفترت نشسته بودی و با همکارات جلسه مهمی داشتی. به منشی سپرده بودی تلفنی رو وصل نکنه و کسی رو راه نده. خلاصه که آینده شغلی و شاید تمام زندگی در گروه خروجی این جلسه بود. یه اتفاق خوب میتونست از این رو به اون رود کنه. برای رسیدن به موفقیت لحظه شماری میکردی. گوشید زنگ خورد و ورق برگشت. بذارید کمی برم جلوتر. دکتر بالای سرش و تمام تلاش تیم پزشکی تو بهترین بیمارستان خصوصی نتیجه نمیده. منتظر پشت در اتاق عمل هستی. با دیدن جراحی که از اتاق بیرون میاد، ناخودآگاه از جا بلند میشی و میری سراغش. دکتر با لحنی غم‌انگیز میگه متاسفم، هر کاری میشد انجام دادیم. حالا بذارید قلم رو طور دیگه‌ای بر سطور این داستان بچرخونیم و کمی بریم عقب‌تر. دکتر میگه ضربه بدی به سر پسرتون خورده، الان تو کماست. یادت میفته 3-4 میلیاردی تای حسابت هست. به ذهنت میاد گور بابای مال دنیا، میبرمش خارج و هر چقدر لازم باشه خرج میکنم تا بچه‌م خوب شه. تو همین افکار خودت غرقی که دکتر میگه امکان جابجایی نیست و به محض اینکه تکون بخوره تموم میکنه. الان چه حالی داری؟ تسبیح به دست داری ذکر میگی؟ خانومت زیر لب حمد شفا میخونه؟ حاضری چی کار کنی و چقدر بدی بچت برگرده؟ اصلا بی خیال این قصه، نمیخوام ناراحت شی. فرض کن یکی تو کارخونه موقع کار با دستگاه تراش یه انگشت خودشو از دست میده. میخوایم براش انگشت بگیریم و پیوند بزنیم. چقدر باید هزینه کنیم؟ خودت هم میدونی این انگشت دیگه انگشت سابق نمیشه. حالا اگه دوتا انگشت باشه چی؟ اگه چشمی رو از دست داده باشه چی؟ اگه گوشش کر شده باشه چی؟ یا نه اگه قلبش از کار افتاده بود چی؟ میخوای فاکتور بگیری دستت و یکی یکی اینا رو حساب کنی و چرتکه بندازی ببینی چقدر باید پیاده شیم تا یه آدم رو مونتاژ کنیم؟ اصلا اینم بیخیال. فرض کن عازم مسافرت بودی و تو جاده گیر کردی. ماشینت خراب شد و با زن و بچه تو شرایط سختی هستی. بچه کوچیک داری و از تشنگی داره هلاک میشه. اشتباه نکن، نمیخوام روزه بخونم و ببرمت صحرای کربلا. نمیخوام از طفل 6 ماهه امام حسین برات بگم. میخوام از تو و خدات صحبت کنم. پس شیشتونگ حواست به قصه خودمون باشه. مستعصلی و تا چشم کار میکنه، از کسی خبری نیست. نه آبادی، نه آدمی، نه آبی، هیچی. نوای العطش بچت بلند شده و تو احساس شرمندگی میکنی. میلیون میلیون پول تو جیبته، کارت های رنگارنگی داری که شاید یه شهر رو با آدماش بتونی بخری، اما هیچ کدوم اینا برات آب نمیشه. هیچ کدوم. شخصی رو از دور میبینی و بارقه های امید تو دلت جوونه میزنه و زنده میشه. دوان دوان به سمتش میری و از اوضاع خرابت میگی، انگار معجزه شده. اون شخص از اهالی همونجاست، پشت تپه روستایی هست که تو رو به زنده موندن امیدوار میکنه. خودش راه میفته تا برات آب بیاره.
چند دقیقه نگذشته که با دیدن مجددش خوشحال میشی. کوزه آبی تو دستشه که تو شهر خودت چندشت میشد ازش آب بخوری. ولی حالا همین کوزه ناجی تو و خانوادته. همگی سیراب شدید و با شنیدن این خبر که داداشم مکانیکه و کمی جلوتر وسطای جاده تعمیرگاه داره، چشماتون برق زد. حالا بگو ببینم، حاضری چقدر به این فرشته نجات بدی و محبتش رو جبران کنی؟ چقدر تشکر میکنی تا بتونی ذره‌ای از لطفش رو جبران کنی؟ تا آخر عمر این محبت رو فراموش میکنی؟ اگه 10 سال دیگه تو خیابون با این آدم روبرو بشی، میزنی تو گوشش یا بازم ازش تشکر میکنی؟ جوابت رو میدونم. البته فکر نکنی علم غیب دارم ها، نه، فقط دارم ازت میپرسم که تو ذهنت مرور کنی. حالا یه بار دیگه برگردیم اول قصه، جایی که تازه از مادر متولد شدی. روزی 15-16 بار شیر خوردی، کم کم قد کشیدی و رسیدی به اینجا که هستی. چقدر از این آبها خوردی؟ میدونی که منظورم این آب آشامیدنی نیست، منظورم موقعیتهایی بوده که خدا نجاتت داده. مال تو، جون تو، آبرو تو، خلاصه هرچی مربوط به تو بوده و اگه از دستش میدادی شاید هیچ وقت دیگه نمیتونستی براش جایگزینی پیدا کنی. حالا خودت کلاه خودتو قاضی کن و 2-2 تا 4 تا کن. ببین به اندازه که از اون آدم تشکر کردی که خودت و خانوادتو نجات داد، از خدا هم تشکر کردی؟ ببین حقشو به جا آوردی؟ خدایی که بی منت به عالم و آدم روزی میده، سر بزنگاه ها به جای اینکه مچتو بگیره دستتو میگیره. آیا این خدا لایق پرستش و عبادت نیست؟ آیا نباید باهاش دوستی کرد و همیشه دوروبر این خدا پلکید؟ خودت هم خوب میدونی حرفام درسته، خودت هم دوست داری با خدا باشی و دمپر خودش باشی، اما یکی به اسم شیطون دست انداخته دور گردن تو ادای رفیق در میاره. تو گوشت میگه از فردا شروع کن، اصلا از همین شنبه نمازتو بخون. اما آیا فکر کردی قرآن وقتی میگه عجل برسه لحظه پس و پیش نمیشه؟ آیا مطمئنی که به فردا میرسی؟ آیا یقین داری که شنبه رو میبینی؟ پس یه مش بزن تو سینه شیطون و همین حالا، آره همین حالا، با خدا آشتی کن. از همین امروز به بهونه تشکر از نعمتایی که بهت داده، روزی چند دقیقه مقابلش بیست و باهاش حرف بزن. اگه ارتباطت با دوست صمیمی خودت موقع چت کردن قطع میشه، به خاطر تموم شدن شارژ اینترنت و اختلال شبکه و اینجور چیزاست. اما ارتباط با خدا قطعی نداره. قرآن تو آیه 170 سوره اعراف میگه: و کسانی که به کتاب آسمانی چنگ میزنند و نماز برپا داشتند، بدانند که ما اجر درستکاران را تباه نخواهیم کرد. اینا یعنی نماز و قرآن دو راه ارتباط مستقیم با خداست که هیچ وقت قطعی نداره. هر وقت بخوای میتونی کانکت بشی، هر ساعتی از شبانه روز. اگه نمیدونی شیطون کیه و چطوری فریبت میده، کلیپ 4 راه شیطان رو که بعد از خداحافظی من و در آخر همین کلیپ نمایش داده میشه رو حتما ببین. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودی. همونطور که گفتم، بعد از خداحافظی بنده کلیپ هایی در ارتباط با این کلیپ یا کلیپ هایی که میتونه برای شما مفید، جذاب، جالب و آموزنده باشه به نمایش در میاد که میتونید اونا رو هم تماشا کنید و با اشتراک گذاری اونها در شبکه‌های اجتماعی و ارسال به دوستانتون، شما هم میتونید در ثواب نشر و ترویج مفاهیم و معارف اسلامی سهیم و شریک باشید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.